سلام علیکم. سلام. چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشی؟ متشکرم. چه خبره؟ چه خبره؟ نه چی کار باشی نفتنی؟ امروز شما باید روم تور بگیری قول داده بودی. خب خیلی یه ساعتی باید بریم باشگاه. بریم باشگاه؟ هر چی هست باید بگیری. لباس هم عوض نکن. بیا اینجا. وسط رو بذار اینجا. وسط رو اینجا. خسته نباشی. بیا اینجا. بیا اینجا. بیا اینجا. نور وایسا بیا. بیا اینجا. بیا جلو نور. بیا جلو نور. الان همین الان شروع کنیم؟ خب. واقعا؟ بله. حتی راست میگه اگه امروز نگیرم دیگه کل هفته نیستم کنسرت. ما فعلا برای ببینیمت. کنسرتامون شروع شده. و من دوباره همش تمرین و کنسرت و سلام علیکم. علیکم. حالتون چطوره؟ حداقل بذار دستم یه الکل بزن. همه چی آماده است. یه الکل به دستم بزن بعد شروع کنیم. یا شات کن یا ضد عفونی بهتاش کن. باشه باشه باشه. خیلی خوب. سلام به همراه عزیزم شالیو جداگانمون. ایمان توسلی آیدی توسلی. قبل از هر چیزی واسه یه مک لطفاً چالی شما رو سابسکرایب کنید. خودش با خودش. خیلی امروی هایی واقعا امروز حتی گفته بودم با آیدین که تو همین روزا باید بگیرم دیگه وقت نمیشه. ولی روم تور رو خواسته بودید دیگه چون دوستش بچه بیاد فول بگیریم. کجا شروع کنیم؟ اتاق خوابو که نمیخواد. دو تا تخت دیدی چیز خاصی که نمیخواد اتاق خوابو. آینه هم داریم. آینه ده خیلی چیزا داریم. من زمینه که اتاق خوابو نمیخواد. اینجا هم سرویس پشت من. ولش کن. بریم جاهای یه ذره باحال‌تر و چیزتر رو بتونش بدم. میخوام اینجا همه دستاتون رو با هم باز کنید. همه لوکیشنو آقا این همون دیوار است که روز اول که اومده بودیم این خونه استوری گذاشتم که داشتیم رنگ می‌کردیم همون دیوار است که با کنار تیم رنگ زدیم و اینجا هم که بیشتر تا حالا ازش ریاکت و موزیک و ویدیو آیدین رو دیدید اچیانمون رو دیدید و چیز یعنی اینجا رو کادر دیدید اچیانو دیدن دیگه آها کاور اچیانو دیدید ما آره منظورم اینه که اول گفتم ویدیو آیدی اینستاگرام هم هست ویدیو آیدی اینه چون اینستای خودم هم هستش خلاصه اینجا میشه تو ریاکت دیدی اون ساعت اونجا که حالا میشینیم ریاکت میزنیم قضا میخوریم مهمونا میان دور میشینن بازی میکنیم اینجا بورد گیم همون همه اونور اینجور داستانا نصف تدوینمون هم اینجا میزنیم نصفش تو استودیو نصفش اینجاست یعنی همزمان با هم دیگه کار میکنیم بعضی وقتا آیدین تو اتاق تدوین میزنه من اینور بعضی وقتا آیدین اینور من اونور فرق نداره الان همونطور که میبینید تو تدوینم هست تو اچیرانم هست همونطور که میبینید آیدین وسط تدوین بوده الان رسیدیم اچیران بچا دیدن دیگه آره دیگه چون میدونستم اچیران دیدن گفتم اچیران دیدن دیگه ولی آیدین تازه اینجا داره تدوین یه ذره اسپویل نمیخواد که دیدید دیگه دیدید از یه ذره واسهتون پلی کنم ببین قبلا چه شکلی بوده میخوای سیاسه ویدش کنی نه؟ ببین واسه همین چون بچه ها دیدن الان ورژن فاینال دیدن نمیدونم این چجوریه اینجا هنون رنگیه شاید تو ورژن فاینالی که شما دیده باشید سیاسه وید باشه اینجا که هنون رنگیه آقا میز کار من پاشو میز کار من پاشو آره خلاصه اینجا رو فعلا این میزا رو سر بیشتر ریاکت هایید حالا قراره کلی محتوای دیگه اینجا ببینید بازی ببینید به نظر من که این قسمت دیگه چیز عجیب غریبی نداره شما بیرون اومدم از سر کار اومدم خیلی خستم شما همیشه منو با چای میشناسید چایمونم که روگاز هست ولی همتون میدونید که من چای خور قهارم ولی خیلی وقتا نمیدونید اون لیوانه که دستمه توش به جای چای قهوه است و خبر ندارید که من قهوه خور قهاری ام هستم بس بریم یه قهوه با هم دیگه دم کنیم بخوریم بریم لیوانه رو نشون نمیدی ها حالا قهوه رو دم کنیم بیا قهوه رو با هم دیگه دم کنیم بیا آنخه کتو برج ایفلمون هستن آیدین از بچگی شیفل باز بود خب منم ایفل باز شدم اینم که گل و سرسبز بیا علی قهوه رو بزن سلام علیکم خب ببین این موکاپاتا رو تا این سوپاپش باید آب بکنی اینو میذاریم قهوه دونو اینجا قهوه هم چیه 60% مکزیکو 40% اوگاندا اوگاندا بچه نون قرمزی که اونجاست واسه پردمونه پردمونه پردش خوشگل میاد آره این نامرد بوی زندگی میده قشنگ بو زندگی میده خلاصه قهوه که من میخرم میکسه بعد این اوگاندا عربی ها یعنی میکس عربی و مکزیکی خیلی حال میده من دوست ندارم آیدین قهوه باز نیست قهوه باز نیستم که اصلا قهوه دوست ندارم آیدین کلا تلخیجات دوست نداره خلاصه
موکاپاته رو پر میکنیم در حتی که قشنگ یه تپه درست شد. ایبا یه چیزی بچه ها نمیدونستن. چیو؟ اینکه من تو با هم زندگی میکنیم. دیگه فهمیدن سر جا به جایی و داستان اسباب کشی و اینجور داستان. نه فکر میکردن که هر کدوم این مال شیش کاف هست. ببخشید کجا رفتی؟ چی؟ یه باری بگو. میگن که بچه ها نمیدونستن خیلی جالبه. کسی هم میگفتن خیلی جالب که شما با هم زندگی میکنم. چیه؟ خب چون صبح تا شب با هم دیگه کار داریم نمیتونیم اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. من بخوام برم یه خونه دیگه بگیرم، آیدم بخواد بره یه خونه دیگه بگیره، دوباره یه خونه سوم باید بگیریم که دوباره بیایم با هم دیگه کارامونو بکنیم. چون چتر. آره چون چتر 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 امکان نداره. بیایم بزنیم گاز. اوه 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 خرابه. ببخشید. آقا چرا درستش نمیکنید اینو؟ خب نه درستش میکنیم. اینو میذاریم اون رو. این که اسپرسومونو دم میاره و اونجایی که من امریکانو بازم آب جوش هم باید بذارم. این دوستمون آب جوش بسن. ببینیم حالا کمد لیوان ها و کمد آیدین رو بهتون نشون بدم. به کمد آیدین خوش آمدید. کمد تنقلات. این کمد آیدین رو پاپ کورن دست نزن بهش. برو کنار. کمد مورد علاقه آیدین اینه و کمد مورد بغل من این. این وری باید بشیم. کمد مورد علاقه من لیوان ها. حتی این قسمتی از لیوانامه. امروز تو پینک فلوید بخورم یا ایمان؟ کدوم؟ توی مشکی طلاییه. ایمان؟ آره آره. این یکی از هدایایی که بچه های فندوم برام گرفتن. بچه نشون شده تصویر؟ بچه های فندوم تیسول اینو واسه من گرفتن تولدم. نور میخوره توش، نور میخوره توش. این بری، این بری. خوبه؟ خیلی چیز خوشگلیه. ایمان خوشگل نمیشه. یه دونه این شیرزنام داره. ببین قوام رو چک کنیم. یه چیز باحال دارم. درمان که دستتون میسوزه میتونی اینو بکنید. تو خیلی باحاله. حتی یه زن الان گرفتم باش سخت میشه برای استفاده دیگه است. من میخواستم صرفا از امکاناتم بهتون نشون بدم و اسپرسوی جذاب. آخ آخ واقعا اینقدر جذابه؟ این بو و مزه زندگیه. خب مگه داری پفک میریزی تو لیوان؟ اسپرسوه طبیعتشه. آره یه سه کاپ اسپرسو خیلی کم آب جوش، چون من اسپرسو دوست دارم ولی خب دوست دارم آب جوش خاطیش بشه که امریکانو بشه. من نمیفهم چطور یه چیزی به این تلخی رو میخوری. این زندگیه. بریم سراغ اتاق کار. اولی که بون اپتیت. چجوری قهوه نمیخورید؟ پفک میخورم. بریم سراغ اتاق کار. خیلی خوب به استودیوی تی وی اس خوش اومدین. قبلا توی ریاکت ها یه سری ویدیو اینجا دیدید. کاری که امروز توی این روم تور میخوام واسهتون بکنم، میخوام قشنگ اجزای این استودیو رو واسهتون شرح بدم و کاری که خودم میکنم، یعنی من خب در اصل یک گیتاریستم دیگه، گیتاریست میوزیشن سانگ رایتر خواننده نه اینجوری سلام پارت گیتاری ها. حالا امروز میخوام بولدش کنم، میخوام بهتون نشون بدم تو قسمت های مختلف این اتاق چه استفاده ای میکنم، چیا دارم، چه جوری از گیتار صدا میگیرم و خیلی اتفاقا. به نظر من اول از امپ شروع کنیم. بریم از ته اتاق شروع کنیم بیایم تا سر اتاق برعکس. بریم امپ شروع کنیم. بله بفرمایید. خب آخ پارت مورد علاقه هم که بیرولش هم دیدن بچه ها. خیلی خب آقا اینجا جاییه که گیتار ها آیدین رو معرفی نمی کنی. چیه؟ آها این آیدینه. چرا آیدین فقط؟ آها بیا بالا بس از من بگیم یا من برم پایین. زومش رو عوض کرد برو. این آیدین نئونی که اینجا مشاهده میکنید تولد بود داره؟ تولد بود. باز دوباره بچهای فندوم تولد آیدین. این آیدین رو واسش درست کردم فرستادم. خب خیلی خوشگله آیدینه ولی استفاده‌ای که من ازش میکنم استفاده نوریه. خیلی نورش خوش رنگه، نور نارنجی. الان یه ذره نارنجی افتاده تصویر. این چرا خم بود؟ قهوه؟ نمیدونم امپم به کجا گیر کرده بود و قهوهش مقدار زیادی از قهوه‌م ریخ. حالا اشکال نداره دیگه. آیدین رو میفرمودین. خلاصه من از این استفاده نوری میکنم. خیلی جا تو ویدیوامون دیدید که نور نارنجی از بغل داره بهمون میخوره و معلوم نیست چیه. اینه خیلی خوش رنگه. توی تصویری ما داریم یه ذره نورش خود صورتت داره نشون میده نورش، ولی خودش رو داره سفید نشون میده. حالا باز اون رنگم رو تصویر میندازم احتمالاً آره. این بر اونور میشه. ولی خب نور نارنجی که تو تصویر میبینید این بچه‌ست دیگه. اصلا نمیدونم چرا من خوشگله. دمتون گرم که اینو واسه آیدین خریدید. من استفاده ازش میکنم. خلاصه
آره. حالا شروع کن از امپمون یه صدا بگیر. بشینم. امپی که من دارم یه امپ چمپیون صد فندره. این اولی امپیه که خریدم و آخری امپیه که میخرم. خیلی امپ خفنیه، خیلی دوستش دارم. دوتا لاین داره، یه لاین کلین داره، یعنی اینجا دیگه فول کلینه، ولی لاین بعدیش لاینی هستش که من میتونم امپ هم حتی اینجا هم باز میتونم امپ هایی دستکاری کنم. من بعدم آیگینر میگیرم. نه امپو بگیدم، امپو رو توضیح میدم. و اینجا توی چنل دوم امپم من خب قابلیت اینو دارم که مدل امپمو عوض کنم و یه سری افکت و این چیزا بهش اضافه میشه. اول میخوام صدای چنل کلینشو گوش کنم. گیتارم که یه دونه فندر استراتوکاستر استاندارده و این بچه یه کورت استاندارد خیلی خفن، خوش صدای، باورتون نمیشه چقدر خوش صدایه. و این آکوستیکم دقیقاً یه کورت، اصلا آکوستیکای کورتو من واقعا به خیلی از آکوستیکا ترجیح میدم، خیلی صداش باله. اینا هم این رویت کوچولو بگم فقط، این واه پداله توی ریاکتورمون دیگه تای میگیم این مثلا افکت واه داش وان وان وان، این دقیقاً واه پدال زیر پا میذاریم و با پامون اون قضیه وان 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 اینو کنترل میکنیم. اینم یه افکت دیلی نوکسه که قدیمی خریده بودم، شاید سال 93 حتی 94 نمیدونم دقیقا اینو کی خریده بودم. حالا اون موقع هرچی این پدال خریده بودم فروختم، این یکی نفروختم چون نارنجی. درست الان ازش استفاده زیادی نمی کنم ولی انقدر دوستش داشتم که اینو هیچ وقت نفروختمش. این خیلی پدال خوشگل و باحالیه. دیلی کامپیوتر چه رنگیه؟ نارنجی. تیسول چه رنگیه؟ سفید و نارنجی. بریم چنل کلینشو اول گوش کنیم. خب من یه ذره بهش ترپ میدم، یه ذره بیس میدم، افیکس لیول رو زیاد میکنم و ریورب میدم به افیکسم. بیسم رو خیلی نمیخوام زیاد کنم. چه صدای سافت خوشگلی داره. Living on this town, girl, I know you should go. I know you should go. نخونمش من؟ چرا نمیذاری من بخونم رو؟ خوشگل نبود، نخونه این آیدی. Leave a town girl, I'm somewhere in the cold ice. I'm cold as ice. آقا من اینو میخونم، من اینو میخونم، من اینو میخونم. وای چقدر حال میده. حالا باز من اینجا مثلا افکت های دیگه ای هم دارم، میتونم اینجا ترمولو بهش بدم. مثلا میتونم مثلا تم آهنگ خودم بزنم. آره افکت های مختلف داره ولی حالا میتونیم بریم رو چنل دوممون و تو این چنل دوممون دیگه دستمون خیلی بازتره برای انتخاب امپ. امپ های مختلف داره، بریتیش داره، متال داره، توییت داره، جاز داره، بلک فیس. بذار منم زوم کنم نشون بدم. آره اینجا مدل امپمو میتونم جابجا کنم. حالا یه امپ متال زیبا واسهتون بذارم های گین. خب یه ذره بهش مید بدم، یه ذره ترپ بدم، بازم بیس خیلی نمیخوام، افیکس لول هم باز میذارم روی 4 5 اینو و بازم ریورب میخوام برای افیکس لول. البته آره صداش اوکیه. و بچه ها این نویزایی که میشنوید توی امپ یه صدای منطقیه، اصلا گیتار الکتریک نویز داره، شما به عنوان یه نوازنده باید یاد بگیرید چجوری نویزتون رو کنترل بکنی، یعنی این نویز کاملا طبیعیه، شما باید یاد بگیرید چجوری فقط کنترلش کنید. الان گین بیشتری دوست دارم داشته باشه، گین رو زیاد میکنم، ولوم رو کم میکنم. یا خدا باز اگه مدل امپا عوض بکنم مثلا تو همین امپای بریتیش و اینا صدا حرف من حرف خودم نیست، حرف خال خودم
جمله بزنم که آیدین خیلی دوست داره. حالا بیایی که مدل های مختلف میتونم بعد تویدت امپ با گین کم خیلی امپ جیگر طلاییه. یهو تنظیماتش چیه؟ حالا شما شروع تویدت امپ و هنوز افکتم روی ریورب، باز میتونم مثلا یه ذره فلنج بذارم افکتم و فکر کنم باحال بشه. بچا افکت فلنج که همچنان روش صحبت میکنم، یه ذره صدا واو واو میکنم، الان دارم بهش فلنج اد کردم. ببینی بذار افکتشو بیشتر کنم. سر کاوه یغمایی گرفت. آره دیگه کاوه. آره خلاصه این امپه. ببینیم از چیزه دیگه که میتونیم صدا بگیریم و ببینیم چه خبره که یه ذره باشون اشغال کنیم با اونم. خیلی خب صدای امپو که شنیدید، حالا یه قسمت های کوچولویی از امپو واسهتون توضیح دادم که ببینیدم چه شکلی. اگه دوست داشته باشید امپ خرید، کلا امپای فندر امپای خوش صدایی هم، ولی امپای مختلف خیلی زیاد هستن که میتونیم باهاشون اشغال کنیم. حالا دره دره سفینه فضایی من کمپه فایرن. البته یه چیزی هم اون پشت داری. من دو تا مولتی افکت دارم. آره بذار اینو بردارم. آره میاریش؟ آخش دستاب ما رو آقا یه شباز کن دستاب خلبت. اوخ آی چی بخونم خودم با میکنم. خیلی آدمه چیه باز کرد؟ خود دوست بداریم خودم باز کردم. خب من دو تا مولتی افکت دارم بچه ها. برای اینکه مولتی افکت داشته باشیم و برای اینکه افکت های گیتار داشته باشیم، یا میتونید برید استامپ باکس بخرید، یعنی استامپ استامپ افکت های مختلف بخرید، یا مولتی افکت بخرید یا رک بخرید. حالت های متفاوت زیاد داره. چیزی که من خیلی بهش علاقه دارم مولتی افکته، به خاطر اینکه هم تو کنسرت ها خیلی راحت تر از استامپ. استامپ یه ذره هزینه ای بیشتره، ولی خب درسته صدای آنالوگ اینا دیجیتالن. صدای آنالوگ قطعا از صدای دیجیتال خب گرمای بهتری داره، ولی خب بسایی داره. مثلا این کمپر یکی از بهترین شبیه سازای صداهای آنالوگه. اینا در اصل همشون امپ سیمیولیتورن، شبیه ساز امپن. الان مثلا من یه دونه این اشی 500 ایکس رو داشتم که این واقعا خفنه، اصلا فکر نکنی خفن نیستا، ولی خب بعدش رفتم این کمپره رو گرفتم. حالا بیاییم با کمپره یه نو که اومد به بازار. نه من هنوز از این خیلی هستم، من آموزشگاه رو هنوز با این میرم. خیلی از اجراهایی مثلا جاهایی که مثلا یه ذره جای شرایط سختی باشه رو اینو میبرم. چیه؟ این چیه الان؟ نو که اومد به بازار. نه 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 بچه این سم از نگاه منه. من سمم اون شکلی میبینم. نه نه من نوک اومد بازار هنوز ازش خیلی استفاده میکنم، هم آموزشگاه میبرمش هم از اجرا میبرمش. و نه الان اشیبات خیلی استفاده میکنم، ولی الان بخاطر اینکه تایم زیاد گرفته نشه میخوام صدای کمپر رو واسهتون تست کنم، ولی اینم خیلی خفنه. ولی خب این کمپره بریم تستش کنیم کمپره. خب چون باید الان اینجا سرپا وایسم و واسهتون چیز کنم، بعد استرپ هم بندازم. یه نکته راجع به استرپ بگم، من این استرپ رو هلوش فکر کنم 4-5 ساله دارمش و دارم ازش استفاده میکنم. دستم به تخته تو رو خواهد چیزی نشه. و چرا؟ چون این کاستم شاپه. اینجا نوشته واسم ایمان توسلی، در صورتی که شما نمیبینید احتمال خیلی زیاد. من دارم تلاش هم میکنم. وایس وایس یکم دیوشتر خونم میاد و اومد. آره کاستمه، اینو واسم ساختن، هدیه هم بوده. میگم 4-5 سال پیش بهم هدیه دادن، یه چرم کاستم شده است و دارم همینجوری باش. مثلا اینجا این پیچش خراب شد و اینجا دکمه سردست جاش گذاشتم. این دکمه سردسته الان واسه من اینو نگه میداره. بعد تو یه کنسرت بودیم که اینجا این بندش پاره شدش. همینجوری من داشتم ساز میزنم تو کنسرت، هی دیدم من گیتارم داره هی میره پایین‌تر، هی داره اینجوری میره پایین میره پایین میره پایین میره پایین. فهمیدم که این خراب شده. حالا با بدبختی اون اجرا رو تیک کردم یه جوری. بعد این اجرا اینجا یه دکمه سردست گذاشتم، این دیگه نمیذاره بره پایین‌تر. اینکه آدم تو محدودیت ها ستاره میشه. خب بریم صدا کمپر بگیریم. یه فیش مستقیما خورده به ساند کارتمون، همون کارت صدامون، یه کارت صدا فوکوس رایت خیلی منطقی. نیاز نیست کارت صدای میلیارد دلاری داشته باشید، با خلاقیتاتون میتونید اصلا کار خفن. البته که با کارت صدای میلیارد دلاری، البته که با اون کارت صدای میلیارد دلاری هم میتونید خیلی کار خفن، ولی همین که میلیارد دلار. آره ولی هزار دلار نه میلیارد، ولی با همین کارت صدای کوچولو کوچولوتر اینجور داستانا میشه خیلی کار کرد. داشتم نگاه میکردم، خب به دست رفته بودشم سقفو میگرفتم.
بچه ببخشین دیگه سخت نه خلاصه الان این کمپر من توسط این کاپ وصل شده به این کارت صدا، کارت صدام که وصل به مانیتورینگ و کامپیوتر و پی سی و همینجور داستانا دایرکت وصل کردم، الان صدای این کمپر رو فقط میشنویم که ولوم هم بسته بود. فانکی دوستش بچه؟ یعنی یه فانکی هم نزنیم جوی میگم اصلا بعضا تو ریاکت اونجور داره یه کوچولو ریز مثلا رول یه چیزی میزنه همینو آره. حالا باز داره بخوام مثلا از این افکت های مختلف بهتون نشون بدم، الان این صدای کلین هم بودش، یه ذره بخوام های گین ترش کنم برم یه ذره کرانچی ترش کنم میشه درخشی نوشته رستاک. این پریست کنسرت هم آخه پریست آهنگایی که تو آهنگ رستاک میزنم چه بود؟ آره این الان صدای اول هم صدای کلین همه، صدای دومش صدای کرانچیمه، صدای سومش واسه من این پریست همه آرپجه که مثلا میزنم ببین پریست چهارم هم واسه پاور کوردامه یه دقیقه این صدا رو اسمشو بگیر داری میگیری؟ چی؟ داری میگیری؟ اوی آره آره بچه هم هی کاری میکنم صدا که میسازم اوی 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 صدا که بیا خودم بگیم من صدا که توی پریست هم میسازم و توی کلا هر جا صدا میسازم اسما همه جوریه که خب بعدا بفهم چه چون خیلی من صدا میسازم الان مثلا اسم این پریست اویه الان متوجه میشه چرا اویه اوی واه شدید چرا داره فلنج و واه بهش دادم اتومات مثلا بزنم مثلا بعضی وقت میخوام بزنم یا مثلا بیا یه دقیقه روی این صداها میخوام فقط اسم صداهامو بهتون نشون بدم این یکی اسمش لید جدیده این یکی اسمش دیستورشن سگه این فقط یعنی قشنگ صدای دیستورشن یا این یکی دیلی استرس آهنگ استرس امیره که زده بودم دیستورشن سگ چی؟ خیلی دیستورته خیلی دیستورته حالا یکی از صدای مورد علاقه هم میخوام بهتون نشون بدم و بریم سراغ مثلا این یکی اسمش اوردرایو باحاله بیا این یکی بگیر بیا بگو اسمش خوب یا این اسمش پد خفنه این یکی اسمش سگ متاله آره مثلا صدایی که دیگه دارم بعد اسم آهنگایی که مثلا واسه شون صدا میسازم مثلا شهر دور یا آهنگ سیامک عباسی اینجا پریست خودش سیو تریمال جوبن و ماسه ولی یکی از صدایی که خیلی دوستش دارم این صدای پدمه پد خوشگل ساختم ما گوشش کنید خودم دارم تبلیغ صدا ها میکنم خیلی تاله تو آهنگ اینو از من شنیدید خب چرا کیبورد نمیزنی؟ چون من گیتاریستم تکنیک سول داری اصلا میکنی؟ دقیقا این تکنیک بلوم رو میبندی لاینت رو میزنی و یواش یواش بلوم رو باز میکنی اینجوری با فید قضیه رو شروع میکنی بهش میگم اتک ما تو سینت به اینا میگم اتک آقای ما و اینجوری دیگه مولتی افکت چون توش امپ های متفاوتی داره و افکت های متفاوتی داره دیگه توی یه دونه مولتی افکت میتونید هر چقدر دیگه صدا دلتون میخواد بسازید دیگه همچی کاری داره ولی اگه بخواید استامپ جمع کنید باید دونه دونه برید چه میدونم ریورب رو بگیرید دیلیر رو بگیرید دیستورشن رو بگیرید اینا دونه دونه واسه کنید به هم دیگه تو سیستم هم باز داره میشه صدا گرفت با نرم افزارهای مختلف مثلا یکی از نرم افزارهایی که من شدیداً دوستش دارم گیتاریگه
استاپ دوباره نشون دادم یا خدا. شاید فکر کنید که گیتاریک نرم اینو میذارم اینجا که خیلی دکستاپ معلوم نباشه. شاید فکر کنید گیتاریک، حتی من با نورالم خیلی کار میکنم، ولی گیتاریک یه نرم‌افزاری خیلی خوشگلمه که خیلی من که خیلی باش تنظیم دارم. خیلی دوستش دارم گیتاریکو. هر چقدرم قدیمی بشه نرم‌افزاری بهتر بیاد، نورال الان اومده، افیکس بایاس اومده، خیلی چیزا اومده. من رو وکالم میندازم. آره میگیم رو وکال امپ میندازیم توی ریاکت و اینجا حرفا همینه. الان اینجا من اینجا امپ دارم، امپ های متفاوت دارم، صداهای مختلف باز، یا مثلا اسمش ایمان کرانچه، اینا صدایی که خودم ساختم، امپ میسازیم، افکت میسازیم، خیلی کارو میشه کرد. و این میکروفونیه که از طریق این میکروفون تا حالا تقریبا هر چی آهنگ شما شنیدید از طریق همین میکروفون رکورد شده. و من وقتی میخوام گیتار آکوستیک رکورد کنم، گیتار آکوستیک من پیکاپ نداره. البته گیتار آکوستیک پیکاپ دارم هست، الان اینجا پیشم نیستش ولی دارم. ولی این گیتار آکوستیک کورتر، خب چون خیلی صداشو دوست دارم با این رکورد میگیرم و از طریق میکروفون صداشو رکورد میگم. به نظر من رکورد کردن آکوستیک با میکروفون خیلی خوش‌صداتره. حالا شما میتونید برید میکروفونایی بگیرید که مخصوص رکورد کردن سازه. این رودا مخصوص رکورد کردن ساز نیستش، اینا مال وکاله. ولی خب من با همین این گیتار آکوستیکو خیلی اعتقاد دارن که به درد ساز میخوره. من زنگشو به خاطر رنگ که داره رو زنگ آره. داره رنگ صداشو خیلی دوست دارم. و حالا کمی کاسی یا هر چیز دیگه تو نرم افزار با دوباره اینجا اومده. عکس خودمو بذارم. عکس منو بذار. چرا عکس تو رو بذارم؟ خب باش عکس رو بذارم. بیا عکس تو. خلاصه گیتار آکوستیک و وکال و ما همه چی رو با همین این میکروفونه میگیریم، خیلی هم دوستش داریم. پسر قشنگمونه و پیشنهاد منم واسه رکورد آکوستیک واقعا میکروفونه. دیگه چی بهتون نشون بدم از اینجا؟ همه رو بیرول گرفتم برات. همه رو بیرول گرفتی؟ من شما تشویق بیرول گرفتم برات. کیبوردم این زیره. بیرول گرفتم برات. این کیبورد مورد علاقه آیدین. آها اینو یه توضیح بدم بچه‌ها. چیو؟ اینو تو خیلی از ویدیوام دیدید یه گوشه‌ای هستش و ازم پرسیدید این چیه؟ این فاست فرته و برای پاک کردن سیمای گیتار استفاده میشه. هم یه ذره جنس صدا رو تربل تر میکنه، اینو میکشیم رو سیما و با این دستمال پاکش میکنیم. هم یه ذره حالت روغنی تر به دست میده، راحت تر میتونی شرد کنی یا اینجور داستانا. و عمر سیما هم زیاد میشه. میگن همیشه سازتون رو تمیز کنید و مراقبش سازتون باش. سازتون کوک. خلاصه این هم صدا نداره واسهتون بزنم؟ نه حالا باید بریم صدا بیاریم که الان ولش کن دیگه. خلاصه این اتاق کار ماه، یعنی همین شکلی کار میکنیم. تمام وسایل رکورد و اینا تقریبا همینه، تقریبا چیز عجیب غریب دیگه ای نداره. و تمام این لوکیشن و اینا که میبینید محصول زحمت شاید 10 ساله من و آیدینه. یعنی فکر نکنید که تمام این وسایل و این چیزا توی شب جمع شده و رفتیم خریدیم و اومدیم نشستیم داریم کار میکنیم. نه، تو 10 سال کلی وسیله خریدیم فروختیم کلی وسیله خریدیم، کلی فروختیم، عوض کردیم، سویچ کردیم، خراب شده درست کردیم. یعنی میخوام بگم که برای دونه دونه این چیزایی که اینجا هستش جفتی خیلی زحمت کشیدیم و تلاش کردیم واسش و بازم تلاش خواهیم کرد و باید هی اینو بزرگترش بکنیم. شما هم به نظر من از هر جایی که هستید هیچ ناامیدی نداشته باشید، تلاش کنید، شروع کنید، کار بکنید، یواش یواش اکویپمنت و وسیلهاتون رو مثل کاری که ما کردیم بزرگترش میکنید، افزایش میدید، خیلی خفن. خلاصه اینم روم تور ماه، خیلی چاکریم. بعد از هر چی آسیامک دستان نمیرسه. مرسی. لطفا چنل یوتیوب رو سابسکرایب سم وارد نکنی ها. اینجا استودیو آیدینه فقط. نه اینجا استودیو تی وی اسه. اینجا فقط استودیو منه. نه اینجا که استودیو تی وی اسه. خیلی خوش اومدید به خونه ما. کجا میری؟ به استودیوی من خوش اومدید. اونو که دیدی واسه نور فقط داریم ازش استفاده میکنی. خیلی خوش اومدید به خونه ما، خیلی خوش اومدید به استودیوی ما و بازم از این کارا واسهتون می‌کنیم. اگه دوست داشته باشید قسمت‌های مختلف واسهتون فیلم می‌گیریم، توتوریال می‌ذاریم و آموزش می‌دیم، اصلا خیلی خفن. بریم که محتوا زیاد داریم. خیلی چاکریم.